جمهوری اسلامی جناب محمدی، متاسفانه ما خب بحث حکومت یک حکومت ایدئولوژی هست، دین محور هست. حالا وقتی که میگیم دین، به معنای نیست که ما بخوایم بگیم یک دین درست اصیل رو در واقع مبنا قرار دادن. یک روایت مخشوشی از در واقع شیعه رو اینها گرفتن و این رو مزین کردن به اهرم‌های قدرت، به در واقع اون الگوهایی که میتونن ازش سوء استفاده کنن برای مشروعیت بخشیدن به قدرت. خب حوزه های علمیه و مساجد بزرگترین پایگاه های این ایدئولوژی هستند که بخوان از این حراست بکنن، یا به هر حال به شکلی حداقل اجازه ندن این منابع یا این مراکزی که خب به هر حال منشأ این ایدئولوژی هست، این مسئله رو در واقع باعث تحریفش یا در واقع قرائت های متفاوتی باشه. به خاطر همین هم حتما محمودی، ما از سالهای قبل، سالهای سال هست، حتی در حوزه های علمی علی تشیع هم میبینیم که برخی از مراجع قبلا بیشتر الان کمتر صحبت از این کردن که باید حوزه علمی مستقل باشن و بر اساس نیاز و خاص و در واقع اون زمینه هایی که در جامعه وجود داره برنامه‌ریزی بکنن و شرایط خودشون رو در واقع مشخص بکنن. این در واقع مراجع، این روحانیونی که این درخواست رو داشتن، اغلب اینها گوشه‌گیر شدن، منزوی شدن، سرکوب شدن و اینها رو به حاشیه راندن و نهایتا میبینیم خب حاکمیت سیطره خودشو بر حوزه‌های علمی و مساجد همچنان حفظ کرده. این که مساجد، تولیت مساجد بیاد زیر نظر سازمان اوقاف باشه، خب به هر حال سازمان اوقاف یک نهادی است که مستقیما زیر نظر آقای خامنه‌ای است و آقای خامنه‌ای از دیرباز هست که حوزه های علمی اهل تشیع رو خواسته است که به شکلی کنترل بکنه و اجازه نده در اون مسیر واقعی و معنوی خودش پیش بره. این مسئله رو در مورد حوزه اهل تسنن هم از سال 86 البته قبلش هم دورخیزهایی کردن، کارهای خاصن انجام دادن، حالا به دلیل مقاومت هایی که انجام شده ندونستن. از سال 86 این شورای نظارت بر حوزه‌های علمیه یا مساجد اهل سنت رو راه انداختن و به شکلی خواستن همون قیمومیتی که در واقع در حوزه‌های علمیه تشیع پیدا کردن. گروه های فشار، قبلا آقای محمد یزدی که فوت شدن، ایشون به هر حال سردسته گروه فشار آقای خامنه‌ای بود که در واقع تمام روحانیون و مراجعی که علم مخالفت یا نارضایتی رو بر علیه آقای خامنه‌ای بلند میکردن، یا اینکه خواست مردم یا صدای مردم رو در واقع در حوزه های علمی بلندتر میکردن، اینها رو در واقع اینا که عرض میکنم گروه فشار، واقعا آقای محمدی یزدی گروه چماق به دست یا روحانیون و غیر روحانیون چماق به دستی داشتن که به بیت آقای منتظری حمله ور شدن، به بیت آقای ثانی حمله ور شدن و به بیت خیلی از مراجعی که خب اینها در واقع ابراز شک کردن در صلاحیت علمی و فقهی آقای خامنه‌ای، آمدن ریختن بیت اینها رو در واقع خراب کردن، تهدید کردن. نهادهای امنیتی بسیار حرفشنوی داشتن، نزدیکان اینها رو در واقع دستگیر کردن و خب در جریان هستیم که آقای منتظری، آقای ثانی رو مدت‌ها در حبس خانگی نگه داشتن. همین در واقع قیمومیت الان میخوان در حوزه علمی اهل تسنن داشته باشن، یعنی به هر حال دارن کاربندی کادرسازی میکنن که خب به هر حال حتی متاسفانه نیروهای ایران در داخل نیروهای در داخل حوزه علمی اینها با وعده وحید اینها به دنبال هستن که اینها رو در واقع پیدا بکنن، سازماندهی بکنن که بتونن اون نظارت خبیثانه خودشون رو در حوزه علمی هم داشته باشن. این که حوزه های علمی یک استقلالی داشته باشند جناب محمودی، میتواند شروع مرگ تدریجی جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای باشد، چون ما میدونیم آقای خامنه‌ای خب به هر حال به لحاظ فقاهتی صلاحیتی برای رهبری نداشت. در زمانی که ایشون قرار بود به عنوان رهبر باشن، ایشون هیچ کدوم از اون اصول یا ویژگی هایی که یک رهبر حتی در قانون اساسی مطرح شده بود نداشتن. حالا با اون زد و بندهای سیاسی که در پشت پرده انجام شد به ایشون در واقع مرجعیت دادن، همین آقای یزدی، محمد یزدی و آقای رفسنجانی و امثال اون دور هم جمع شدن، به ایشون بحث مرجعیت رو دادن، کتابی منتسب به ایشون کردن، رساله رو بهشون منتسب کردن و
و مسائل بین هنوز تشکیک بسیار زیادی نسبت به آقای خامنه‌ای و طبیعتا حکومتی که در زیر مجموعه ولایت ایشون هست وجود داره و طبیعتا اگر حوزه ها مستقل باشن، حوزه ها بخوان روند واقعی یا معمولی یا در همون روند در واقع مرسوم خودشون برن، نمیتونن با توجه به شرایطی که آقای خامنه‌ای داره نمیتونن تبعیت بکنن از آقای خامنه‌ای. به خاطر همین هم آقای خامنه‌ای به دنبال این بوده در چند وقت گذشته با ابزار تهدید، با ابزار در واقع تطمیع، اینکه مراجع به بیت مراجع پولهای کلان بده، امتیازهای کلان بده. آقای مکارم شیرازی رو میدونیم که به عنوان سلطان شکر شناخته میشه، فلان مرجع دیگر کارخانه لاستیک در واقع سازی داره، فلان مرجع دیگر یک سری از مسیر آموزش و تحصیل و نمیدونم اینا اصلا فراموش شده، به یک سمت و سوی دیگه در واقع بازاری شدن تا اینکه، و به همین خاطرم مسائل اینچنینی در واقع مرتبط است به مسائل حکومتی و تصمیمات این گونه. توی بله همین من یک جمله دیگه خواهشم. به خاطر همین هم هست، راهکار زیاد هست، راهکار سر این که حتی با همین اوقافی که با همین سیستمی که هست اگر شما بخوایم بیام، حتی شما اگر دستورالعمل سازمان اوقاف رو بریم اساسنامه‌اش رو در رابطه با مجوز مساجد، دوستان میتونن خیلی راحت در اینترنت سرچ بکنن پیدا بکنن، هیچ گونه ممنوعیتی وجود نداره. حتی مثلا در یک بخشی هست که اگر در یک جایی در واقع کسانی خواستن مسجدی بسازن در داخل شهر، مثلا مسکن شهرسازی موظف از زمین در اختیار اونها بذاره، در خارج از شهرها در راهها در راه وزارت راه باید در واقع زمین قرار بده، اینکه اینها باید به چه شکلی ساپورت بشن، اینکه نمیدونم اگر اون زمین در محدوده شهری در واقع شهرداری بود، شهرداری موظف است یا رفع بکنه، یا زمین معادل اون در همون موقعیت مکانی یا در واقع یک موقعیت مکانی یکسان به اونها بده. تمام اینها صحبت شده، جناب ممدی ذکر شده. حتی اگر با همین دستورالعمل کاملا به قول معروف دیکتاتور معابانه ای هم که الان وجود داره بخواهن در واقع عمل بکنن، باز تخریب این مسجد غیر قابل توجیه و غیر قانونی هست. به خاطر همین هم هست جناب محمودی، این که راهکار هست کردم زیاد هست که حقوق مردم، حقوق اقلیت ها در واقع احقاق بشه و ضایع نشه. اما خب به هر حال وقتی که جناب محمودی به قول معروف میگن کسی که خواب هست رو میتونین بیدار بکنه، اما کسی که خودش رو به خواب زده شما نمیتونین بیدارش بکنین. جمهوری اسلامی به دنبال این هست که این مسائل رو پیش بیاره.